سلام، خوش آمدید. چهارشنبه روزی تاریخی برای بورس تهران نام گرفت، چرا که 10% سهام شستا، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، در بورس عرضه شد. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تأثیر مهمی بر زندگی حال و آینده ده ها میلیون ایرانی دارد. این مجموعه عظیم که ده ها شرکت پتروشیمی، کشتیرانی، کشت و صنعت، دارو و بیمه زیر مجموعه آن هستند، متعلق به تامین اجتماعی است. سازمانی که میلیون ها کارگر و کارمند به آن حق بازنشستگی و بیمه پرداخت می کنند و به نوعی سهامدار یا صاحبان اصلی آن هستند. داستان زوایای متعدد و گوناگونی دارد، از وضعیت شستا و فساد گسترده‌ای که اتهاماتش در آن مطرح است، تا نگرانی از بدهی‌های بالای دولت به سازمان تامین اجتماعی، تا وضعیت بورس تهران که رشدی غیر عادی داشته و بسیاری معتقدند امکان ندارد این رشد طبیعی باشد و به همین دلیل نگران تأثیر این رشد بی‌رویه بر فروش سهام شستا هستند. در این برنامه تلاش می‌کنیم درباره بخش‌های مختلف این قضایا تا جایی که زمان اجازه بده صحبت کنیم، اما از عرضه سهام شستا در بورس آغاز میکنیم که نظرات متفاوت و متضادی برانگیخته. عده‌ای میگن که این راهی برای شفافیت بیشتر در شستا و تقویت بورس، و مخالفان گفتند که این فروش اموال کارگران و بازنشستگان توسط دولته. برای بحث سه مهمان داریم. هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در دانشگاه براندایس از بوستون با ماست. آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ. و عبدالرضا احمدی، پژوهشگر مالی و مسئول پروژه فسادبان از فرانکفورت با ماست. خوش آمد میگم به هر سه شما آقایون. آنکه تا اونجا که من یادم میاد شما به طور ویژه روی شستا کار کرده بودید. بسیاری از مردم ممکن اصلا ندونن شستا چی هست و توصیف شستا ممکنه خیلی در کوتاه مدت ممکن نباشه. من از شما میخوام یک کار غیر ممکن رو انجام بدید، در دو سه دقیقه یک شرکتی به این عظمت رو برای ما یه مقدار باز بکنید که چی هست. من اصلاح کنم، سلام و ارادت خدمت شما مهمانان و بینندگان. من رو شستا کار نکردم. من به دلیل اینکه 8 سال این شانس رو داشتم که در موارد اقتصادی سازمان تامین اجتماعی کار بکنم به عنوان یکی از نهادهایی که نقش علاقه نظارتی روی شستا داره، با کلیات شستا آشنا هستم و میتونم بگم که به دلیل اینکه ما در اواخر دهه 60 سازمان تامین اجتماعی پولایی که داشت اینا رو بانک‌ها ازش دستمزد می‌گرفت برای نگهداریش و سازمان بسیار پردرآمدی بود و دولت هم از سازمان پول قرض می‌گرفت برای جنگ و همچنین بدهی‌های انباشته شده دولت، اینا رو در دهه 70 یعنی سال 68 69 در اواخر دهه 60 شستا تشکیل شد که بدهی‌های دولت رو به صورت شرکت‌هایی بگیره. خود سازمان تامین اجتماعی از این مقداری از مازاد منابعی که داشت اختیار شستا قرار می‌داد. شستا قرار بود که بیاد و سرمایه‌گذاری بکنه و برای تعهدات درازمدتی که فرزند سازمان تامین اجتماعی در آینده خواهد داشت منابع لازم رو ایجاد بکنه. بنابراین شستا آرام آرام بزرگ شد از عمده تعهدات و رد دیون دولتی و سرمایه‌گذاری خود سازمان، و در دو سه سال اخیر بوده که ما شاهد بودیم که شستا یک برگشتی به سازمان داشته، اونم به دلیل مشکلات مالی. به عبارتی اگه بخوام سایز شستا رو بگم، در بهترین حالت برآورد شستا تنها کفاف یک سال هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی را داره و مثلا اگه 120 هزار میلیارد تومان ارزش کل شستا باشه، معادل یک سال نیازهای سازمان تامین اجتماعی هست. اگه بخوایم مقایسه بکنیم با مثلا 250 هزار میلیارد تومان بدهی دولت، تقریبا دولت 2.5 برابر شستا یا 2.5 سال هزینه‌های تامین اجتماعی بدهکار هست. فشارهایی که دولت داشته مشخصا آقای روحانی به فروش شستا که حالا میشه بهش پرداخت، که واقعا دقیقاً این موضوع جالبیه و من می‌خواستم اتفاقاً به این اشاره بکنم. آقای روحانی در سال گذشته دست کم در دو موقعیت، یکی در تابستان در تیر ماه و یکی دیگه در همین هفته‌های پایانی سال، به روشنی میگه که باید ما شستا رو تمومش کنیم، باید بفروشیمش. و اصلاً یک جایی برمیگرده در حضور یه جمعی میگه که حتی اگه مجانی هم شده این شرکت‌های ضرر و زیانده رو بدیم بره. معنیش چی هست آقای کهالزاده؟ آیا شستا ضرر میده؟ نه شستا بله، به خاطر اینکه ما در این فروشش هم میشه نقد کرد، هرچند باز بهتر از اون تحریک آقای روحانی داشت. اساسا به آقای روحانی ربطی نداره سازمان تامین اجتماعی، اینا بدهیایی که دولت داده و آقای روحانی موظف هستش که بره و بدهیای دولت رو به سازمان بده. شما یک بار یک بدهی تعهدی داری، دیگه اختیاری براش نداری که سازمان رو بخوای بگی بفروش یا نفروش، یا مدیر عاملی که وزیر میگذاره رو بگی که من تو رو مدیر عامل سازمان میذارم ولی اختیار شستا با منه. و یک جایی حدود مثلا
حدود مثلا 500-600 مدیر با میلیاردها تومان پاداش سالانه. بنابراین نه، دولت علی قاعده اجازه نداره که این کار رو بکنه. فکر میکنم قاعده ای که رسیدن این بود که ما بیایم 10% رو واگذار کنیم در بورس که هم نقدینگی بخشش جذب بشه و همین که به عبارتی بدهی های سازمان که ما میدونیم نزدیک 20% سازمان کسری داره، 15-20% برای اینکه تعهدات روز خودش رو بده، درآمدش کمتر از بدهیاشه و پول داره نزول میده به بانک ها برای اینکه بتونه. یعنی اگه بخوایم به زبان ساده بگیم، سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت دیونش به بازنشستگان و کسانی که حق بیمه میدن الان کسری داره. بله، تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت خودش، بازنشستگی و درمان تقریبا 20% نیاز داره که یه بخشیش رو فروش این 10% سهام 60 احتمالاً خواهد. آیه حسنی، دیروز در بورس چه اتفاقی افتاد؟ ما میدونیم که ظاهرا خیلی خوب هم استقبال شده از این قضیه. بله، خب بورس روندی رو از سال گذشته آغاز کرده به دلایلی که احتمالاً در ادامه این بحث خواهیم گفت که چرا اصلا این اتفاقات در بورس به شکل خیره کننده و اعجاب انگیزی اتفاق افتاده، ادامه پیدا کرده و در سال جدید هم در همین چند روزی هم که گذشته کماکان ادامه داشته. اصولاً عرضه های اولیه در بورس در این شرایطی که راجبش در ادامه صحبت خواهیم کرد که خب بورس به تنها نقطه امید و به نوعی تنها بازار جذاب سهامداران و سرمایه گذاران خردی بدل شده که حفظ سرمایه های خرد خودشون و کسب سود رو فقط و فقط در این بازار جستجو میکنن، برای همین به این بازار هجوم آوردن و اصولا به دلیل اینکه بازار ارز و بازار طلا و بازار مسکن الان دچار مشکل هست. منظورتون اینه؟ یکی از دلایل عمده این هست که بازارهای موازی بازار سرمایه بورس در واقع نه جذابیت کافی رو داره و نه ورود و خروج به اونها آسان هست. همین که به دلایل امنیتی که دولت تمایلی نداشته و نداره که اون نوسانات در اون بازارها باشه، سهامداران و سرمایه گذاران خرد و خانگی ترجیح دادن که این سرمایه ها رو در بورس سرمایه گذاری بکنن. خب شرکتی مثل شستا هم با توجه به ابعادی که داره، با توجه به ویژگی های خاص و منحصر به فردی که داشته، از پیش از حتی عرضه و زمانی که زمزمه هاش هم بود به عنوان یک سهم جذاب شناخته می شد. 9 هلدینگ زیر مجموعه این شرکت هست و در حوزه های مختلفی، مثلا کافیه که ما بدونیم که در فقط صنعت دارو 17% از تولید دارو و صنعت دارو در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شست است. برای همین این 8 میلیارد سهمی که معادل 10% سهام شستا که عرضه شد با قیمت 860 تومان شناسایی شد و در حدود 7000 میلیارد تومان منابع مالی تامین شد برای این موضوع، که خب تمام اینهایی که داریم صحبت می‌کنیم راجع بهش همشون اعداد تاریخی برای بورس است. در نیم قرن گذشته چنین عرضه موجود طبیعی به نظر شما میاد این کل این تصویر از ما تصویری که داریم این هستش که از پایان سال 96 تقریبا بورس همینطوری به سمت رشد رفته تا اینجایی که رسیده. تقریبا اگه من بخوام دقیقش رو بگم، چون من قبل از این نگاه کردم به این آمار و ارقام، گفتن 90 میلیارد دلار ارزش بورس بوده در آخرین، در واقع در سال 96، الان شده 135 میلیارد تقریبا، یا همچین آماری میدن. و یعنی آیا این رشد به نظر شما رشد منطقی میاد؟ ببینید اتفاقی که در بورس تهران افتاده بر اساس ارزیابی‌های معمول، یعنی تحلیل‌های معمولی که از بازارهای سرمایه میشه، تحلیل بردار نیست. اما اتفاقی که اونجا افتاده در این سال‌ها به اعتباری طبیعی است. ما در اقتصادی داریم زندگی می‌کنیم که بالاتر از 40% تورم داره، در اقتصادی داریم زندگی می‌کنیم که رشد نقدینگی کماکان نزدیک به 30% در تمام این سال‌ها باقی مونده و بازارهای موازی برای اینکه این نقدینگی جذب بشه وجود نداره. در عین حال ما افزایش قیمت ارز رو هم در همین سالهایی که شما بهش اشاره کردید شاهد بودیم. تمام اینها به این مفهوم هست که اگر ما سهام شرکت‌ها رو در بورس مثل هر کالای دیگه‌ای در نظر بگیریم، این تورم نزدیک به 40%، اون رشد نقدینگی نزدیک به 30% و افزایش نرخ ارز، به طور منطقی
قیمت سهام رو بالا میبره، ارزش دارایی های شرکت های حاضر در بورس رو افزایش میده، بدون اینکه این شرکت ها نیازی به این داشته باشن یا سرمایه گذاران نیازی به این داشته باشن که تحلیل های شرکتی بکنن، یعنی مثلا عملکرد شرکت رو ببینن که آیا تولیداتش افزایش پیدا کرده یا خیر. ظرف هفته های اخیر هم خیلی در مورد این در واقع افزایش حجم در واقع ارزش بورس و حجم معاملات اینها میشنویم. آقای احمدی، با توجه به قضیه کرونا ما میدونیم که خیلی از بورس های جهان دچار مشکل هستن، هشتشون گره نهشونه به قول معروف. به نظر شما چه چیزی باعث میشه که اینقدر بورس ایران کاملا در واقع به نظر میاد که شکسته است، از فاصله خیلی زیادی داره با اونچه که در دنیا اتفاق میفته؟ بله، ببینید، پیش از اون که سوال شما رو جواب بدم باید بگم جاهایی که یک عملیات مالی داره انجام میشه و حاکمیت که از نظر من سه بخش داره، بنگاه‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، شبه دولتی ها و خود دولتی ها یا نهادهای نظامی مثل سپاه و نیروی انتظامی درش ورود پیدا میکنن، به سر یک فساد و یک کلاهبرداری فراهم. در مورد سال شما اگر بخوام کوتاه بگم، ببینید، افزایش به طور مثال نرخ تسعیر ارز در دوران کرونا باعث شد که گروه های بانک داخل بورس ایران یک افزایش سودی داشته باشن، در صورتی که بسیاری از این بانک ها مثل بانک آینده بانک زیانده است. به همین خاطر نمیشه یک تصویر شفاف داشت به این معنا که اگر شاخص داره در ایران در بورس ایران افزایش پیدا میکنه، دلیلی بر رشد اقتصادی، دلیلی بر جذابیت، دلیلی بر تولید، نه اتفاقا برعکس، به خاطر دخالت نهادهای حاکمیتی است که اینها در نهایت ضررش برای مردم و شهروندان که حالا پسندازی دارن. خب اینو در دو لول، در دو سطح شاید بشه این رو صحبت کرد آقای احمدی، و من میخوام در مورد هر دوش صحبت بکنیم. یکیش بخش اول این هستش که خیلی ها میگن آقا این اصلا مال دولت نیست، دولت بی خود داره اینو میفروشه، این مال یه عده دیگه است، مال کارگراست، مال کسایی که حق بیمه به تامین اجتماعی میدن. و یه بحث دیگه اینه که اون کسایی که الان این رو میخرن دارن چی میخرن؟ آیا مشخص هست که دارن چی میخرن اصلا؟ ما راجع به سهام یک هلدینگ بسیار بزرگ صحبت میکنیم، نه راجع به یک در واقع بخش مشخصی از مثلا بیمه فلان که زیر مجموعه این هلدینگ هست. یک چیزی هست که به نظر میاد که خیلی سر و ته روشنی هم نداره. دقیقا، من اگر بخوام همون صحبت قبلم رو ادامه بدم و جواب سوال شما رو بدم، بحثم این بود که در واقع حضور دولت در پروسه شفاف سازی، در پروسه اطلاع رسانی دوچار در واقع خلل میشه و شهروند نمیدونه که چه اتفاقی میفته. خود دولت میتونه یه دستوری قیمت گذاری میکنه بدون اینکه اصلا مشخص بشه این قیمت ها چقدر واقعی است، از کجا میاد، چون معمولا در بازارهای بورس یا تحقیقا بگم در بازارهای بورس جهانی عرضه و تقاضاست که قیمت رو مشخص میکنه. سهام چیست، چه مقدار عرضه شده، چه مقدار براش درخواست هست، اینا باعث یک نقطه تعادل قیمت میشه. اما در ایران خود این پروسه قیمت گذاری که شما به درستی گفتید یک پروسه مبهمی است. این قیمت ها از کجا میاد؟ و معمولا همینطور که گفتم، حالا در مورد دولت میشه باز بحث روی خورده مبسوط کرد، چون در حال حاضر دولت با یک کسر بودجه بزرگی مواجه است و پیش از پروسه کرونا برداشت خودش این بود که میتونه از مالیات بخشی از اون رو جبران کنه، ولی در حال حاضر اون بخش هم یک بخش نشدنی است. برای خاطر دو تا ابزار برای دولت مونده، یا اینکه بیاد اوراق قرضه منتشر کنه و یا اینکه با شرکت‌های شبه دولتی یا شرکت‌های مثل همین شستا که خود این شخصه رو ببر فساد و شرکت های زیاندهش یک پرونده تحقیق و تفحصی رو مجلس براش باز کرد که این هیچ وقت قرائت نشد. خود البته بورس ایران هم همین از سال 84 هیچگاه نتونستن تحقیق و تفحص کنن روی در واقع این حجم معادلات، این پول ها چجوری. چرا نمیشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه خیلی گسترده است، به خاطر اینکه به جاب حاکمیت درش حضور داره. حاکمیت همون سه بخشی که گفتم، ارگان های اقتصادی زیر نظر رهبری،
و رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی مثل سپاه و خود دولتی ها فکر کنم آقای کوازده میخواین اینجا صحبت کنم. بگید آقای کوازده. دو تا نکته رو بعد به نظرم بعد روشن کرد. میشه نقد کرد به این فروش، یعنی میشه گفتش که ما چون مسیر غلط سرمایه گذاری، ما استراتژی سرمایه گذاری نداریم، فساد درش هست، مدیر عامل های 60 تا معمولا بیرون تحمیل میشن، ولی این پول رو دولت نمیگیره، این پول رو 60 تا میفروشه، سهام مشخصه. مثلا من البته در جزئیات فروش نیستم، مثلا ما سهام داروگر رو داریم، میریم عرضه میکنیم، این سهام الان اوردی در بازار سهام هست، مالکیتش رو مثلا تامین اجتماعی میفروشه، بنابراین این پول به عبارتی بر میگرده به سازمان تامین اجتماعی. ولی همین دولت نیست که هر وقت کم میاره میره دست میکنه در جیب تامین اجتماعی؟ ولی سالهای اخیر ببین دو مشکل دولت اینه که میاد بار اضافه به تامین اجتماعی تحمیل میکنه. دولت فعلا مدت هاست که پول از سازمان به عبارتی بر نداشته، دست برده آشکار مستقیم به منابع سازمان نزده، ولی یه کاری کرده، مثلا میاد طرح سلامت میذاره که به هزینه درمانی سازمان دوونی برابر میکنه، مثلا میاد میگه که کارفرماها بیان حق بیمه شون رو من میدم، اجازه بدیم برای اشتغال سیاست بازار باز سیاست های اشتغال خاصی اعمال میکنه، میگه حق بیمه اینا رو من میدم شما اینا رو بپذیر، و بعد اینا رو نمیگه. 250 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هست و نقد اینه که دولت باید بره اونا رو بفروشه. این بدهی چطور ایجاد شده آقای کوازده؟ معمولا دولت ها 25 تا 30 درصد تعهداشون به سازمان تامین اجتماعی میدادن، این بدهی ها حق دولت هست، برای اینکه مثلا از 30 درصدی که ما داریم بحث میکنیم حق کارگر کارفرما، 3 درصدش هم حق دولت بده، یا دولت اومده گفته که به بنگاه زیر 5 نفر اگر اینا نیروی کار بگیرن، فکر میکنم از 96-97 من میام حق اینا رو میدم، تعهداتی که سهم دولت در منابع سازمانه که علی قاعده باید مثلا چیزی حدود 15 تا 20 درصد باشه، 15 تا 20 درصد منابع همین اجتماعی باید دولت بده، به عنوان اینکه سه‌جانبه گرایی دولت کارگر کارفرما که معیشت کارگرها تامین بکنه. بنابراین دولت دستبرد منابع نمیزنه، دولت نمیاد پولایی که ما الان سهامی که مشخصه هست که چی هست رو بفروشه، دولت به جای اینکه بیاد بدهیاشو بده داره فشار میاره به سازمان تامین اجتماعی که شما برو سهامتو بفروش. یعنی پولی از این به حساب دولت علی‌قاعده نخواهد رفت، ولی انتقاد بر سر اینه که، و اینم باز بهتر از این اتفاقی که ما در داستان بابک زنجانی هم داشتیم، بابک زنجانی برای پولشویی میخواست بیاد اینا رو بخره و بره تو بورس بفروشه، یا آقای روحانی فشار میاره که سازمان تامین اجتماعی شرکتاشو بفروشه، شرکتایی که قیمتش نامشخصه و تو سازمان خصوصی‌سازی. اتفاق از امیرسه جنبندی رسیدن که سازمان برای اینکه به جایی که بر پول نزول کنه یا بخش از تعهداتشو بده، میاد و بخشی از دارایی های خودش رو میفروشه در قالب سهام های مشخص، 10% رو این بار در بورس. دقیقا این چقدر مشخصه؟ بذارید از آقای حسنی ها بپرسم. آقای حسنی ها، بحث اینه که بسیاری میگن، الان من این رو در توییتر هم مطرح کرده بودم، پرسیده بودم که سوالاتتون چیه، بیشترین سوال اینه آقا چرا اینا به جای اینکه بیان مثلا یک شرکت مشخص رو سهامش رو بفروشن، سهام کل 60 رو میفروشن؟ چرا خب قبلا همونطور که گفتیم مثلا سهام داروگر رو مثلا میفروختن، چرا الان اومدن 60 رو به کلی دارن میفروشن؟ ببینید این در فی نفسه اشکالی نداره که شما سهام یک هلدینگ، یا اینجا 60 من به نظرم دقیق ترش این هست که از لفظ ابر هلدینگ استفاده بکنیم، چون که خود همین 60 نو هلدینگ این مجموعش هست. اما من فکر می‌کنم که گیر اساسی که در سوال پیشینم شما از دوستان مطرح کردید این هست که دولت در بحث تامین اجتماعی و در بحث شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی 60 شریک غیر متعهدی است که تعهدات خودش رو ایفا نکرده، در این حال اختیار تصمیم گیری برای این دارایی که دیگر شرکا که مثلا بیمه گذاران باشن، کارگران باشن، بازنشستگان باشن، تعهدات خودشون رو ایفا کردن چون اجباری بوده حق بیمه از اونها کم شده، درباره دارایی های اونها میتونه تصمیم بگیره، به دلیل اینکه در اساسنامه ترکیب این شورای عالی مدیر عامل، هیئت مدیره، تمامش به نفع دولت هست، یعنی دولت هست که میتونه مدیر عامل تعیین بکنه، میتونه شورای عالی سازمان تامین اجتماعی رو اکثریت دولتی داره، و این باعث میشه که شریک غیر متعهد که تعهداتش رو انجام نداده در این حال
تصمیم گیری هم میکنه برای دارایی های دیگر شرکایی که تعهدات خودشون رو ایفا کردن. اما به سوال شما که بخوام برسم، خیلی ها اشاره کردند که حتی در همین بحث واگذاری که ارتباطی هم به دولت نداشته اما دولت تصمیم اون رو گرفته، بهتر این بود که شرکت های پایین دستی این هلدینگ ها واگذار میشد. چرا؟ برای اینکه اگر این اتفاق میافتاد، تامین اجتماعی میتونست احتمالاً به همین درآمدها برسه، اما اتفاق دیگری که میافتاد مالکیت فقط تغییر اندکی نمیکرد، مالکیت به گونه ای تغییر میکرد که مدیریت رو هم تامین اجتماعی و در نهایت دولت از دست میداد و دولت به نمایندگی از این که تامین اجتماعی رو اختیار تصمیم گیریش با اون هست، این تصمیم رو گرفت که لایه بالاتری رو واگذار بکنه که در عین کسب درآمد برای تامین اجتماعی، برای اینکه تامین اجتماعی فرو نپاشه، برای اینکه نابود نشه از بابت تعهداتی که دولت ایفا نکرده، در این حال تمام ساختار مدیریتی که به نفع دولت هست در واقع، چون دولت هیئت مدیره های اینها رو تعیین میکنه، به نوعی دولت مدیران عامل اینها رو تعیین میکنه و اساساً از این واگذاری سهام اون اهداف احتمالی که برای خصوصی سازی برشمرده میشه، یعنی کارایی مدیریت، بهینه شدن فرایند تولید یا فرایند فعالیت یک بنگاه به دست نمیاد. خصوصی سازی با هدف درآمد سازی و کسب درآمد هست که این بدترین مدل از خصوصی سازی است. در واقع هیچ تغییر مدیریتی و ساختار تولیدی اتفاق نمیفته. یک بحث دیگه همین هستش که نقطه رو کجا میتونن بذارن، یعنی دولت کجا میگه خیلی خب دیگه بس، دیگه بیشتر از این لازم نیست سهامو بفروشید. بحث اینه که به هر حال اگر که این وضع پرداخت بدهی ها باشه و این وضعی باشه که به هر حال شاهدش هستیم، آیا احمدی احتمالاً دولت در فاز بعدی مجبور 10% دیگه رو بفروشه، فاز بعدی 10% دیگه، تا کجا باید ادامه بده؟ ببینید و فراموش نکنید مرکز پژوهش‌های مجلس دو هفته پیش گزارشی رو منتشر کرد در خصوص وضعیت صندوق بازنشستگی کشور و برآوردی کرده بود از اینکه اگر آمار مبتلایان به کرونا مثلا تا چه عددی برسه، چه بار مالی رو باید فقط صندوق بازنشستگی بله. بیشتر به خاطر اینکه مسن‌ترها درگیر بیماری میشن. نه، هم مسنترها هم که در واقع فرصت اشتغال از بین رفته و کسی نمیتونه حق بیمه‌اش رو بده. در مورد صنعت بیمه در ایران ما قطعا در سالهای آینده مشکلات جدی‌تری رو شاهد خواهیم بود و اثرات در واقع کرونا که در صنعت اتفاق افتاده، بیکاری حجم بزرگیه، کسی نمیتونه حق بیمه‌اش رو بده. از یک طرف در واقع کسایی که شاید بمیرن در اثر این بیماری باید یک دریافتی داشته باشن و این بالانس یک هزینه بزرگی رو برای صنعت بیمه، برای دولت به عهده خواهد داشت. شاید به نوع در واقع دولت پیشرفتی کرده و مثل همه پروژه های دیگه که وقتی میدونه درش سودی نیست، چون صنعت بیمه ایران همین هلدینگ 60 اول صحبت هم گفتم بسیاری از شرکتاش در واقع شرکت‌های زیانده بودن. خود آقای روحانی همین رو میگه. خود آقای روحانی میگه این شرکت‌های زیانده رو بفروشید. دو بار دست کم ظرف 6 ماه اخیر گفته. یعنی پیشبینی که همین جاست که من میگم بورس وقتی حاکمیت درش هست، چون اینا اطلاعات دارن، وانت اطلاعات دارن، مردم و شهروندان فقط پسنداز دارن و نمیدونن سپرده چیه. این شرکت‌ها رو میارن همین 60 مثلا در بورس تهران باعث شد که شرکت های کوچیکتری که حالا شاید این شبهه در واقع دولتی بودن برایش نیست، اینا شاخصاش افت کنه برای اینکه این باور وجود داره که 60 قرار سودی به وجود بیاره و در عوض شاخص سهام 60 میره بالا. ولی خب این یک چیز بلند مدتی نیست و قطعا تو همین بدبستونی که شهروند رو پسندازش میکنه شاید تا هفته دیگه کلی ضرر باشه، ولی در عوض دولت از شر یک چیز زیانده راحت شده و نه تنها پاسخگو نبوده بلکه پولی هم به جیب زده و بخشی از کسری بودجه رو یا هر چیزی که در واقع به اختیار خودش میتونه بده. احمدی احتمالاً اون کسایی هم که رفتن و سرمایه‌گذاری کردن و این سهام رو خریدن، اونا هم آشنا هستن به مسائل اقتصادی، ولی رفتن این سرمایه‌گذاری رو کردن، فکر می‌کنید برای چی خوشبینی وجود داره نسبت به وضعیت سهام 60؟ حالا البته فکر نمی‌کنم واقعا همه اون بخشی که رفتن، یک معلمی که مثلا یه پسندازی داشته فکر میکنه حالا سودی میاد، مثل همون مؤسسات بانکی در واقع سناریو فقط چیزش عوض میشه. یک زمانی اومد نرخ بهره بالایی دادن، کلی
معلم و بازنشسته رفتن پولاشون رو گرفتن تو بانک، بعد همه این مؤسسات ورشکسته شد و هیچی به هیچی. من بعید میدونم که واقعا تمام افرادی که میگم دارن لااقل این خرید و فروش ها رو میکنن علم این رو دارن که واقعا در بورس چه اتفاقی داره. این سناریوی بسیار دردناک خواهد بود اگر کسانی هم که خریدار این سهام هستن خیلی شناختی ندارن از بازار. با این حساب فکر میکنید آقای حسنی ها چقدر میشه امیدوار بود به اینکه وضعیت سهام شستا ظرف ماهای آینده در واقع ظرفیت این رو داشته باشه که پیشرفت بکنه، یعنی کسایی که سرمایه گذاری دارن میکنن بتونن امیدوار باشن به این سرمایه گذاری؟ ببینید این خب قابل پیشبینی به اون مفهومی که بخوایم افت یا افزایش این سهم به خصوص رو پیشبینی بکنیم نیازمند اطلاعات بیشتری هستیم که اتفاقا شاید حالا تصمیم. خب بذارید سوالمو اینطوری مطرح کنم، فکر میکنید چه پارامترهایی لازم هست برای اینکه شستا در وضعیتی بمونه که وضعیتش بهتر بشه و بدتر نشه؟ آیا مثلا به قیمت ارز بستگی داره، به وضعیت، به چه چیزهایی ممکن هست بستگی پیدا کنه؟ ببینید شستا فقط 187 شرکت شرکت مدیریتی زیر مجموعش هست، حدود 90 شرکت غیر مدیریتی داره، 9 هلدینگ داره که در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، دارویی، سیمان و دیگر بخش‌های اقتصادی فعال هستند. یعنی واقعا به این سادگی نمیشه ارزیابی کرد که هر کدوم از این بخش‌هایی که زیر مجموعه شستا هستن میتونه ارزش سهام شستا رو افزایش بده یا کاهش بده. اما امر عمومی و کلان ماجرای حضور پرشمار سهامداران در واقع غیر حرفه‌ای، سرمایه گذاران خرد در بورس، در نوع خودش میتونه یک تهدید برای سازمان باشه. کما اینکه ما شاهد بودیم در هفته ها یا ماه های آخر سال رئیس پیشین سازمان بورس با تصمیماتی که میگرفت و مخالفت هایی که وزیر اقتصاد میکرد در واقع نشان از نگرانی او بود از اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. شاید تعبیری که آقای حجریان از تئوریسین های جریان اصلاحات به مفهومی که در سال 76 اتفاق افتاد داشت برای بورس امروز هم صادق باشه. ایشون میگفت که ما سال 76 دعا میکردیم بارون بیاد اما سیل آمد. نشان از این بود که برنامه ریزی وجود نداشت و خب تحقق آرزو و اهداف محقق نمیشدش. در بورس هم این اتفاق افتاد، یعنی دولت فکر میکرد یا حاکمیت فکر میکرد که خب چه خوبه که مردم سرمایه هاشون رو در بورس سرمایه گذاری بکنن و امروز چنان استقبالی شده به دلیل رشد نقدینگی، تورم و افزایش نرخ ارز که ما میبینیم بارها هسته معاملاتی بورس یعنی سامانه بورس از کار میفته. یا اینکه مدام هشدار میدن که با چشمان بسته وارد بازار نشید، ممکنه که در آینده بورس ذاتش نوسان هست، کاهش، افت قیمت ها و افزایش، همیشه روی افزایش نخواهد بود، تعدیل خواهد داشت. با کارشناسان صحبت کنید. اما موضوع این هست که این وظیفه سازمان بورس، وظیفه وزارت اقتصاد و وظیفه دولت بود که پیش از این اتفاقات، پیش از این تبلیغاتی که کرد، زمینه رو فراهم می‌کرد برای شرکت‌هایی که می‌تونستن آموزش بدن، می‌تونستن فرهنگ‌سازی بکنن، می‌تونستن مشاوره بدن، می‌تونستن سبد سهام، سبد دارایی درست بکنن، ابزارهای بورس رو تنوع می‌داد. حتی در میان مدت مثلا درسی به دروس دبیرستان اضافه می‌شد که دانش آموزان توی دوره دبیرستان مثلا با فرهنگ سهامداری آشنا بشن، دست کم اصطلاحات بورس رو بدونن. هیچ کدام از این اتفاقا نیفتاده. امروز فقط ما یک آتش ناشی از رشد نقدینگی و نگرانی مردم از آینده اقتصاد رو داریم که این ریال رو باید یک جایی سرمایه گذاری کرد که تورم این یخ رو آب نکنه و سودی کسب بکنیم. کجا رو پیدا میکنن؟ تنها جایی که وجود داره بورسه و این به تنهایی کافی نیست برای سرمایه گذاری و کسب سود در آینده. باید بگم که آقای حسنی خیلی ها در مورد بورس هیچی نمیدونن. اشاره جالبی کردید که یک در واقع واحدی به دروس دبیرستان شاید بهتر اضافه بشه، چون همین حالا مثلا ما اینقدر دیدیم که جستجو در مورد اینکه بورس چطور کار میکنه زیاد هست که مطلبی همکاران من تهیه کردن در وبسایت بی بی سی فارسی در مورد در واقع پایه‌های اصول اولیه اون چه که در بورس باید بدونید و وارد بشید، یعنی مفاهیم اولیه رو توضیح بدن. ولی فارغ بله من فقط اشاره بکنم که حتی مثلا شرکت‌هایی که قادر هستن که مشاوره بدن، قادر هستن تولید محتوا بکنن، کمک‌های اینچنینی هم بدن مثل کارگزاران بورس،
اینها همه باز هم دچار یک انحصاری در همون سازمان هستن که دست کم اگر قرار هست که میلیون میلیون آدم رو ما سوق بدیم به این سمت، حداقل این حوزه ها رو بتونیم انحصاراشو برداریم که مردم بتونن با خیال آسوده تری سهامداران حداقل سهامی رو بخرن، شرکت هایی رو مد نظر قرار بدن که با زیان های بعدی مواجه نشن، زیان های شدید. البته که بورس ذاتش نوسان هست و هر کسی که وارد میشه باید این آماده باشه. درسته. آقای کهالزاده، بحث دیگه بحث کسانی هست که به هر حال به نظر میمد که سهامداران اصلی این شستا هستن، کسانی که حق بیمه میدن و سالیان سال گفته میشد که این سازمان تامین اجتماعی متعلق به این هاست. تکلیف اونها چیه؟ در مرحله اول حالا باید گفت که احتمالاً اونها دست کم حقوقشون برقرار هست برای اینکه تامین اجتماعی پول داره که حقوقشون رو بده. این خبر خوبیه نه؟ ولی مرحله بعدی چی؟ من یه مقیاسی اگه بخوام بکنم، مثلا یه صندوق تامین اجتماعی در کانادا گفته میشه که تا سال 2070 یعنی 70 سال دیگه از همین نسبت پشتیبانی که داره، یعنی ورودی‌ها به خروجی‌هاش، نیاز به دست زدن به ذخایر سرمایه‌گذاریش نداره. و اگه برگردیم ایران، الان به ایران شستا اگه ما بفروشیمش فقط یک سال میتونه که نیازهای تامین اجتماعی رو تامین کنه. کلش اگه بفروشیم. من یه تصویر دیگه به شما ارائه بدم. در سال 90 یک پژوهشی در سازمان تامین اجتماعی انجام شد که بسیار تصویر بسیار نگران کننده از وضعیت تنها سازمان تامین اجتماعی در ایران که هم خیلی بزرگه هم فعلا منابعی داره، چون مابقی همه مصارفه و دولت داره تامین میکنه. تقریبا 50,000 میلیارد تومان دولت تا 52,000 میلیارد تومان دولت داره به صندوق‌های بازنشستگی دیگر کمک میکنه که بتونن فقط هزینه‌هاشون بدن. اگر سازمان تامین اجتماعی بر اساس سال 2010-2011 و اگه بخوام اینو مقیاسش رو امروز انجام بدیم، اگر سازمان تامین اجتماعی امروز بیاد به همه کسایی که صاحبان اصلیش هستن، کارگرها، و همه بگه که من امروز میخوام پولی که قراره در آینده به شما بدم ارزش امروزش رو به شما پرداخت بکنم، نت پرزنت ولیوی پولی که فرضاً من قراره در 3 سال آینده بگیرم رو امروز بخواد به من بپردازه، اون موقع تقریبا 5 برابر بودجه ایران بود. یعنی به عبارتی یه چیزی حدود 3,000 میلیارد تومان امروز سازمان تامین اجتماعی نیاز داره که بتونه امروز اگه بخواد تعهداتشو بپردازه بعد پول بده. یعنی 3,000 میلیارد به عبارتی اگر کل بورس رو هم که تقریبا بورس و فرابورس 2.8 هزار میلیارد تومان ارزش امروزش هست رو بخوایم بدیم، سازمان باید داشته باشه تا بتونه همه بدهیاش رو به ارزش امروز بپردازه. این نگرانی که ما داریم یه بخشیش عملکرد غیر حرفه‌ای و نادرست مدیران تامین اجتماعی، مداخلات سیاسی بسیار بالای بیرونه، ولی یه واقعیتی هم وجود داره که ما اقتصادمون مثلا در 1050 نسبت پشتیبانی 25:1 بوده، یعنی 25 نفر پول میدادن یک نفر میخورده. امروز این نسبت به 4 یا 4.5 رسیده، یعنی 4 نفر پول به سازمان تامین اجتماعی میدن یک نفر از این منابع استفاده میکنه. این مشکلی سازمان... که اغلب کشورها که به سمت پیر شدن میرن دارن. به علاوه این که ما میدونیم که در 15 سال گذشته اشتغالی که ایجاد شده نزدیک 4.5 میلیون شغل بود در بهترین حالت از بعد از آقای خاتمی تا امروز تا پایان سال 98، تقریبا حدود 4 میلیون شغل ایجاد شده که کرونا میتونه اون 4 میلیون رو از بین ببره، در حالی که علل قاعده ما بایستی اگر به اون روند گذشته میرفتیم ما بعد نزدیک 16-15 میلیون شغل، اگر اشتغال ما به گونه ای بود که 4-5 برابر اون چیزی که تولید کردیم و ظرفیت و بضاعت اقتصاد ایران بوده تولید میکرد، اگر ما دستکاری میکردیم، مثلا تمام 140 تا کشور اومدن محاسبات پارامتری اومدن این محاسبات نرخ بیمه رو عوض کردن، ما تنها تنها این کارو نکردیم. ما از مثلا 65 سال کنیمش 53 سال، ما 16 سال حق بیمه میدیم 24 سال میگیریم. این به معنای نیستش که ما فساد، ناکارآمدی، اشتباهات و مداخلات سیاسی. خب اینم خودش جزو اشتباهات آخه وقتی که شما تصمیم میگیرید. اینم به عبارتی مجموعه مسئله مدیریتی هستش که چون ناکارآمدیم، چون میخوایم باج بدیم به بخش از جامعه و چون میخوایم مثلا زنان رو بشونیم در این قصه تو خونه، شاید نمیتونیم تولید بکنیم، میایم از یا مثلا 16 تعهد در دوره آقای احمدی نژاد به سازمان تامین اجتماعی اضافه شد. درست. آقای روحانی طرح تحول سلامت 2.5 برابر کرد هزینه‌های تامین اجتماعی رو. عرضم اینه که ما تغییرات جمعیتی داریم، تغییرات تکنولوژی داریم، رشد اقتصادی تقریبا صفر در 15 16 سال گذشته داشتیم. بله. و همه اینا فشار رو سازمان تامین اجتماعی بالا برده و
امیدوارم که دعا کنیم، خوشبین باشیم به اینکه یه روزی مثلا برای دوره 20 ساله مثلا رشد اقتصادی 10% داشته باشیم که سازمان بدون یک بحران ملی که عرض میکنم احتمالاً 5 برابر بودجه امروز ما نیاز داره که اونو جواب بده، بتونه از این مسئله عبور بکنه. خب با این حساب پس بنابراین وضعیت سازمان تامین اجتماعی وضعیت بسیار نگران کننده ای هست. اگر که بالاتر از نگران کننده، یعنی وقتی سازمان که داره با این جمعیت جوان کشور که علاقاده ما نباید داشته این مسئله باشیم، با این جمعیت جوان کشور داره 20% 15% پول از بانک نزول میکنه تا بتونه هزینه‌هاشو پوشش بده و مجبوره که تحت فشار بیاد بخشی از سهامش رو بفروشه که بتونه کسری بودجه خودش رو تامین بکنه، و در بهترین حالت و خوشبینانه ترین حالت اگه همه اسات و دارایی‌هاش رو بخواد بفروشه 5 سال میتونه مثلا بدهی ها و ورودی خروجی‌هاش رو یکسان بکنه. تصویر بسیار بسیار خطرناکی از وضعیت تامین اجتماعی داره، کما اینکه ما میدونیم که 50 تا 52 هزار میلیارد تومان دولت داره به سازمان بازنشستگی کشور، سازمان بازنشستگی نیروی مسلح امروز داره پول میده بدون اینکه اونها درآمدی داشته باشن و اونها اوردی ورشکسته هستند و سازمان تامین اجتماعی به اون سمت میره. آقای احمدی، این تصویری که آقای کهالزاده میگن تصویری هست که برای بسیاری از آدمهایی که الان دارن حق بیمه میدن نگرانی ایجاد میکنه. اگه شما الان دارین حق بیمه میدید، امیدتون این هست که زمانی که بازنشسته میشید بتونید این پول رو پس بگیرید. اگه این سیستم ورشکسته بشه، بنابراین آینده میلیون ها ایرانی که الان دارن هزینه در واقع سازمان تامین اجتماعی رو میدن نابود میشه. آیا راهی داره سازمان تامین اجتماعی در امروز که بخواد شیوه ای رو ایجاد بکنه که تغییر عمده ایجاد بکنه و وضعیت رو برگردونه؟ ببینید، وضعیت صندوق های بازنشستگی که بسیار اسفناک‌تر از، یعنی در حال حاضر همشون زیانده هستن. ردی در واقع در دولت سابق تو این حوزه صحبت میکرد، یک جایی گفته بود که ما 18 تا در واقع صندوق بازنشستگی داریم، اگر من عدد رو درست یادم باشه، که 3 تاش در آرازه کار میکنه و بقیه همه زیانده هستن. و اگر بپرسید که چجور میشه، چون مادامی که صندوق ها مادامی میتونن آتیه فردای کسی که حق بیمه میده رو تأمین کنن که نیروی کار جوانی وجود داشته باشه تا حق بیمه اون در واقع بیاد و جایگزین باشه و این چرخه به چرخه، پس ما تا زمانی که نتونیم کار تولید کنیم، تا زمانی که اقتصادمون در چنبره دولت هست و زمانی که آقازاده ها به جایی که کارآفرینان در واقع در مصدر باشن، آقازاده ها هستن و رانت میگیرن و این زیر ساخت ها رو همه رو از بین میبرن، هیچ خوشبینانه در واقع هیچ آینده روشنی نیست. و یک نکته هم عرض کنم در ادامه صحبت حسنی ها که در واقع برای سوال خودتون گفتید بورس رو چقدر مردم میشناسن، من واقعا توصیه‌ام به مردم هست که ورود پیدا نکنن به این لااقل بورس ایران در این شرایط، چون واقعا این ارزش ها و این رشد ارزش سهام ها واقعا یک چیز کاذبی است. یعنی یک مثال سادهش اینه که وقتی در بورس همین ایران 20% شما ارزش سهام افزایش پیدا میکنه، معمولا 2-3 هفته اون نماد رو متوقف میکنن تا شرکت بیاد توضیح بده، ولی در همین هفته گذشته ما تا 50% هم رشد ارزش سهام داشتیم و هیچ شفافیتی وجود نداره که واقعا این ارزش گذاری ها چجوریه، این نمودارا چجوری داره بالا پایین میشه. و همین خاطر خیلی هم دلخوش نباشن، حالا چه به تحلیل بنیادی که از ساختار صورت های مالیه که من میگم بخش بسیاری از شرکت های در حال حاضر در بورس همشون زیانده هستن، چه به بحث های تکنیکال و تحلیل های نموداری، خیلی نمیشه با این وضع در مورد بورس ایران خیلی تصویر روشنی داد، کما اینکه لااقل در جای دیگه با ریسک کمتری میشه این کارو کرد، ولی در ایران واقعا هیچ توصیه نمی‌کنم کسی پس اندازشو وارد این عرصه کنه. به نظر میاد که دولت، همونطور که از آغاز بحث هم گفتیم، خیلی پشتیبان این قضیه بوده از روز اول. الان مدت هاست که آقای روحانی میگه که اینو باید واگذار بکنید، برید اصلا توی جلسه ای که نشسته خیلی با یه حالت آمرانه ای به این مدیران سازمان تامین اجتماعی میگه اصلا برای چی نگه داشتید این شرکت های زیانده رو بدید بره. بحث عمده اینه که این شرکت‌های زیانده کجا بودن که رسیدن به دست تامین اجتماعی؟ آیا همین بحث که در واقع دولت خودش یک موقعی این شرکت‌های زیانده رو به عنوان رفع بدهی و در واقع بدهی‌های به سازمان تامین اجتماعی به او داده، خودش مسئله ایجاد نکرده آقای حسنی؟ چرا اصلا این بزرگ شدن غیر عادی شستا حاصل این هست که از ابتدای دهه 70 دولت
به جای بدهی هایی رو که باید سهم خودش رو میداد به تامین اجتماعی، به جای اون بدهی ها تحت عنوان رد دیون شرکت های دولتی رو نه به انتخاب تامین اجتماعی و نه به ارزیابی کارشناسان، که به اجبار شرکت هایی رو به عنوان رد اون دیون با ارزیابی خودش به تامین اجتماعی تحمیل کرد. بسیاری از اون شرکت ها شرکت های زیانده ای بودن که چرا تامین اجتماعی رو قبول میکرد؟ من سوالم اینه، به نظر من یعنی چند روزی که دارم نگاه میکنم به وضعیت سازمان تامین اجتماعی، به نظر میاد سازمان تامین اجتماعی خیلی دست و پا بسته است مقابل دولت. دولت هر کار دلش بخواد با تامین اجتماعی میکنه. همینطوره خانم قاضی‌زاده، یعنی شما این پاسخ این در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی است. ترکیب شورای عالی تامین اجتماعی، ترکیب هیئت مدیره و خود شخص مدیر عامل، تمام اینها رو دولت در واقع، حالا نه اینکه تمام اینها رو، اما شورا به نفع دولت هست تعداد نفراتش، به تبع اون اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل از سوی دولت، از سوی وزیر دولت تعیین میشن. هیچ بحث استقلال به لحاظ مدیریتی عرض میکنم، نه مالکیتی، چون این تعارفات هست که مالک اینها کارگران هستند، بیمه گذاران هستند، بازنشستگان هستند. بله مالک هستند، پولی رو دادن، اما اختیار پول خودشون رو ندارن به دلایل مختلفی که مهمترین اون ساختار اصلا تشکیل تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی است. مدیر عاملی اونجا گذاشته میشه که دولت اون رو تعیین میکنه و اون مگه میتونه به رئیس خودش بگه که این شرکت زیانده رو به من نده؟ در شماری از مطالعات مرکز تحقیقات استراتژیک رسمی کشور، بحثی رو که با دوستان میکردید پیش از این، از ابر بحران‌های سال‌های آتی ایران که یاد شده، یکی از ابر بحران‌ها ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است و با توجه به بحران شیوع کرونا در سال جاری که همونطور که اشاره شد، مرکز پژوهش‌های مجلس در 3 سناریو این رو بررسی کرده که چه اتفاقاتی برای صندوق‌های بازنشستگی خواهد افتاد، که قاعدتاً سناریوی بدبینانه هم گذر خواهد کرد وضعی که داریم. فقط نزدیک به 2000 میلیارد تومان به بار مالی باز به این صندوق‌هایی که در آستانه ورشکستگی هستند تحمیل میشه از بابت کشته شدگان کرونا که باید مستمری بگیرند، حق بیمه ای نخواهند داد، از بابت بیکار شده هایی که دیگه در واقع محل درآمدی هستند برای سازمان تامین اجتماعی و بیکار میشن، دیگه این درآمد عدم و نفع تامین اجتماعی خواهند بود. و این نشون میده که ما با یک ابر بحران جدی روبرو هستیم در سال آتی. بنابراین فکر می‌کنید آقای کاوزاده، بنابراین فکر می‌کنید که آقای روحانی یا به طور کل دولت، وزرا، اینها دنبال این بودن که در واقع با فروش شستا این که مسئله در واقع قانون بحران رو از خودشون دور کنن، یک شرکتی که به هر حال به زودی الان به ورشکستگی میرسه رو کم کم بذارد بیرون؟ آره، ولی ما شستا بخشی از سازمان تامین اجتماعیه، سازمان منابع مصارفش دچار بحران است. شستا قراره نی ورشکست بشه. شستا های ورشکسته از دولت گرفته. چرا گرفته؟ به خاطر که شما در دهه 60 عرض کردم سازمان پولشو میذاشت تو بانک‌ها و بانک‌ها حق نگهداری از این پول میگرفتن و بعدم دولت میگفت من نیاز دارم، وسط جنگ این پولو من میگرفت. و بعدم شما می‌خواستید پول از دولت پس بگیرید، پول نقد نگه داشتن ارزشش مدام افت پیدا میکنه، حالا فارغ از پولی که میدادید به بانک‌ها برای نگهداری. دولت گفت من پول ندارم، میام این شرکت‌ها رو به شما میدم. بنابراین به عبارتی شاید از این ضرب المثل عامیانه که یک مو از خرس کندنم غنیمته، تامین اجتماعی موی از خرس خلاصه دولت کند و ولی بزرگ شد آرام آرام به دلیل اینکه به هر حال نقدینگی رفت بالا، دو ریال بی اعتبار شد. و خب بعضی از شرکت ها، من خاطرم هست مثلا سال 2005-1386 من یه مطالعه در مورد بازار دارو ایران داشتم، اون موقع 40% بازار تولید، 40% بازار توزیع و 37-38% بازار مصرف دارو ایران در زمین اجتماعی بود. یعنی بیمارستان ما مصرف کننده بودن، در اینکه تولید دارو هم میدونیم که چقدر دارو معمولا پرسود و پربازده هست. بله. میخوام که الان به فرمولی که رسیدن با تامین اجتماعی این هستش که شرکت ها رو نفروشند در سازمان خصوص سازی، بلکه از طریق بورس بفروشن. این کمک میکنه که دولت هم فشار رو دولت برای اینکه بدهیاش تسویه کنه با سازمان کم بشه. و ممکن هستش که در نکته ای که هست اینه که ما این حجم نقدینگی سرگردانی که تو جامعه داریم یه بخشیش بیاد تو بازار بورس و این به بازار دلار سرایت نکنه که بازار بسیار حساسیه، طلا نره و تو بازار بورس بمونه. بنابراین
به عبارتی بحث کسری بودجه دولت نیست. دولت قرار امسال 17000 میلیارد تومان به تامین اجتماعی کمک کنه که احتمالاً نخواهد داد، حالا یه بخشی خواهد داد، ولی بعد به جای این 17000 تا 250000 تا میداده. ولی بحث بر سر اینه که دولت از این نقدینگی که احتمالاً جذابیتی که شاستا داره کمک کنه، جذب کنه، بتونه به بازار بورس، بازار دلارش رو یا تلاش رو تا حدی بتونه کنترل در واقع دو سربرد برای دولت هست، هر جور حساب میکنید به نفع دولت هست و حتی به نفع سازمان تامین اجتماعی تا حدی هست. حتی نقدی که میشه کرد اینه که ما مشکل داریم که سرمایه گذاریامون استراتژیک نیست. مدیر عامل شستا، مدیر عامل سازمان، وزیر رفاه تصمیم میگیره امروز خونه بخره، امروز بره مثلا ارز بخره، در حالی که تمام صندوق‌های بازنشستگی سرمایه گذاری که میکنن اینها بر اساس تحلیل ریسکی که از اقتصاد با ثبات خودشون دارن، مثلا میگن 5% ملک بخریم، 15% در سرمایه‌گذاری خارجی بکنیم. ما چنین امکانی نداریم و چنین متاسفانه مکانیزمی نیست. میشه از این منظر نقد کرد، ولی فروشش در بورس به نظرم در شرایط با توجه به توازن قوای سیاسی بین سازمان و دولت فرمول خیلی خوبی هست و دو سر برد برای هر دو هست. آیا احمدی شما با این ارزیابی موافقی؟ بله، البته یک قسمتی آقای کازاده هست میکنم در خصوص با کلیت که بله موافقم، گفتم با تمام بود رو داره دولت میکنه، از این فضا استفاده میکنه. به قول خود شما که حرف درستی هم زدید، کانون بحران رو که در سالهای نه چندان دور، حتی در ماهای نه چندان دور در ایران سر و صداش در میاد رو از خودش دور میکنه و بله با کلیت صحبتشون میفهم. خب با این حساب بحث عمده الان به این میرسه که خب اگر که این یک سودی هست برای هم اونطور که آقای کازاده میگن برای سازمان تامین اجتماعی، هم برای دولت، آیا به همون میزان برای خریداران و برای سازمان تامین اجتماعی، برای در واقع کسانی که حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی میدهن، هم سود داره یا نه آقای احمدی؟ ببینید بسته به این داره که شما بگید که طرف خریدار کیه. اگر مردم باشن، من از اول صحبت هم گفتم این قیمت گذاری واقعا یک قیمت حاصل از درخواست بازار نیست، یک چیزیست که حالا فکر میکنم آیا اصلا نگفتن 800 تومان حالا بررسی شده. این از کجا اومده اعلام نمیشه، مثلا بر چه مبنایی، بر اساس سود چه شرکتی این اتفاق افتاده و از در واقع چه شاخصهایی کمک کرده تا به این رقم رسیدن. این چنین چیزی نیست، یک قیمت رو اعلام کردم. اگر شهروند عادی با این امید بره که مثلا این قراره حالا دو ماه دیگه یه ماه دیگه بشه 1000 تومان، من چنین چیزی رو میگم مثلا نمیبینم. برای اینکه صندوق‌های بیمه در ایران به خصوص، حالا در همه دنیا، در این ماهایی که در واقع درگیری کرونا و بیکاری و اینا هست تحت فشار هستن، اما در ایران برای اینکه واقعا ما مشکلاتمون فقط صندوق بیمه نیست، ما حتی یک زیرساخت اقتصادی نداریم که مثلا اقتصاد آنلاین رو لاغل اونجا کسب و کار آنلاین بسید و این نبود تصویر روشن برای شهروندان عادی به نظرم اصلا. شما تخصصتون یافتن فساد در رده‌های مختلف در واقع سیستم حکومتی در ایران هست، اصلا یک پروژه‌ای رو با این عنوان دارید اداره می‌کنید، فکر می‌کنید که در این فقره اخیر فساد اصلی کجاست اگه بخواید انگوش رو یک چیزی بگذارید؟ ببینید شاید هم متوجه بورس باشه که چرا این پذیرش در اونجا اتفاق افتاده و طبیعتاً دولت، برای اینکه بورس من گفتم گزارش تحقیق و تفحص که از سال 84 روی مجلس بازه، هیچ وقت در بورس ایران اتفاق نمیفته که اینا بیان و یه بررسی بکنن و سال 95 اگر اشتباه نکنم یه واگذاری بود شرکت پتروشیمی موبین که اونجا هم اومده بودن در عرض یک ساعت دو ساعت 43 نفر کل یک پتروشیمی رو خریده بودن. البته اون فرمت فروش باطل شد به خاطر بعد سر و صدایی که شد در مورد شخصا هم، حالا تا اینکه مشخص نشه، البته که میگم حجم چیزم بزرگ نیست، همش 10% است این ابر هولدینگ داره میده، هنوز 90% صاحبش هست، ولی تا این تصویر روشنی بیاد نیاز به زمانه. آقای حسنی، شما این مطلبی در وبسایت بی بی سی فارسی نوشتید که شخصا چیه و فروشش چه عواقبی داره، اگه کوتاه بگید.
ببینید، اگر هدف از فروش شستا، حالا صرف نظر از اینکه اصلا دولت اجازه این رو داشت که این دستور رو بده یا خیر، اگر در یک فرایند بلند مدت سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت های شستا باشه، خب به نفع تامین اجتماعیه. اما واگذاری سهام ابر هلدینگ، یعنی بالاترین لایه یک زنجیره طولانی از شرکت ها و هلدینگ ها، نشون از این داره که فروشنده که حالا تامین اجتماعی باشه، قصد تغییر در مدیریت یا بهبود رویه ها رو نداره. اگر شفافیت چی کمک میکنه؟ حتما همینطوره. من فکر میکنم که در بین روش های موجود، اگر بنابراین باشه که ما مثلا این اموال بخش عمومی رو، چون دولتی نیست، واگذار بکنیم، بهترین شیوه همین شیوه بورس است. یعنی شیوه مذاکره که پیش از این آقای زنجانی تمایل داشت با آقای مرتضوی و دولت آقای احمدی نژاد پیش ببره، یا شیوه مزایده در سالهای قبل بیشترین آفتها رو داشتن و کمترین آفتها در بین این سه مدل شیوه بورس است. چون به هر حال ورود به بورس فیلترهایی داره، ابتدا در بازار دوم، بعد بازار اول بررسی هایی میشه، صورت های شرکت ها دیده میشه. دست کم این هستش که سالانه این شرکت هایی که در بورس هستن باید مجمع برگزار بکنن و گزارش عملکرد خودشون رو به سهامداران خود، ولی اینکه شما یک سهم از هر شرکت هم داشته باشید، به شما ارائه بکنن. خب این در اقتصاد ایران که هیچ چیزی قرار نیست که شفاف باشه، به نظرم یک گام به جلوست. از این بابت فکر می‌کنم اتفاق مبارکی است که به هر حال حضور شستا، اما مشروط به اینه که این فرایند یک فرایند بلند مدت سرمایه گذاری، بهبود رویه ها و اصلاح ساختار مدیریتی در شستا باشه، به نفع مالکانی که کارگران و بازنشستگان هستن در تامین اجتماعی. بسیار خب، خیلی ممنونم از شما، ممنونم از هر سه نفر شما، آقای کعالزاده، آقای حسن نیا و آقای احمدی، و متشکرم از شما که با صفحه دو همراه ما بودید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه ساعت 9 شب تهران خواهد بود. شب روزتون خوش.